بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیری دارم خدمت همگی شما بیننده های نازنین تلویزیون جهانی معراج، بخصوص بیننده های عزیز برنامه خودتان، برنامه پانتون یا دانشگاه مجازی معراج. خوش آمدید میگم شما رو به یک دیگه از برنامه های پانتون یا دانشگاه مجازی معراج. و عزیزانی که تازه به ما پیوستن، خیلی خیلی خوش آمدید میگم خدمت عزیزان. و عزیزانی که از قبل با ما بودن، امیدوارم در سایه گذشته مورد استفاده از اونا قرار گرفته باشه. یک جلسه دیگر آغاز میکنیم و قبل از اون میخواهیم خاطر نشان بسازم برای عزیزانی که نتونستن به هر دلیلی به شکل مرتب و یا به ترتیب ما را دنبال بکنن، سر بزنن به چینل یوتیوب برنامه که زیرنویس تلویزیون های شما هست و میتونیم مطالب را از اونجا دریافت بکنیم. و عزیزانی که نظر پیشنهاد انتقادی دارن راجع به موضوعات برنامه، میتونن از طریق آیدی تلگرام برنامه با ما با تماس بشن که زیرنویس تلویزیون های شما هست آیدی تلگرام. خیلی خوش آمدین عزیزان، امیدوارم جلسات قبلی برای شما مفید واقع شده باشه و تانسته باشیم از او استفاده بکنیم. امروز هم با یک جلسه دیگه، با یک درس دیگه از سلسله درس های مضامین کامپیوتر ساینس، مضمون سافت ویر انجینیرینگ یا انجینری نرم افزار به خدمت شما هستم. درس و یا جلسه امروزی ما و شما درس یا موضوعی بسیار مهم با اهمیتی است. گرچه من چند دفعه تاکید کردم هر درسی که ما از انجینری نرم افزار در حقیقت مورد مطالعه قرار میدیم، یک قانون، یک استاندارد، یک نظم در برنامه نویسی یا در کد نویسی و یا در ساختار یک نرم افزار در حقیقت بیان میکنه. به این معنا که هر کدام از اینا در جایگاه خود بسیار اهمیت خاصی، بسیار موضوع مهمی هست. پس بنابراین به هر کدام از اینا باید بسیار دقت و توجه بکنیم و ما امیدوار هستم در سال به صورت مرتب دنبال بکنیم و انشاءالله در فعالیت هایی که من توصیف میکنم و تعریف میکنم در درس ها اشتراک بورزیم و بتانیم نظریات خور، پیشنهادات خور در مورد به ما ارائه بدیم. درس ما درس 21 هست و تحلیل نیازمندی ها در این درس به بحث میگیریم. تحلیل نیازمندی ها چی است و چرا ما به تحلیل نیازمندی ها نیازمند هستیم و چرا باید تحلیل نیازمندی ها ما انجام بدیم و چقدر میتونه سهم بسیار موفقی در ساختار برنامه ما داشته باشه، در ساخت نرم افزارها داشته باشه، چقدر میتونه سهم داشته باشه در موفقیت ما در این حصه. فهرست مطالبی که من خدمت شما در این درس بیان میکنم، جمع‌آوری نیازمندی ها را اول یک پروسه بیان میکنیم که خود از این پروسه چی هست و تحلیل نیازمندی هم شامل همی میشه چی هست خود تحلیل نیازمندی ها. بعد شناخت مراحل از این شروع میشه. مراحل از این شامل شناخت سازمان هست که تعریف میکنیم سازمان ها چی هست و چرا باید ما سازمان ها رو بشناسیم. مصاحبه با ذینفعان است که چه قسم باید مصاحبه کنیم و چرا باید مصاحبه کنیم. تحلیل مستندات هست یا مو اسناد و تحلیل اسنادهای ما هست در این زمینه. استفاده از تکنیک های تحلیل است، تکنیک های مختلف در تحلیل نیازمندی ها استفاده میشه. هر کدام از اینا جایگاه خاص خود خور داره و باید یک انجینر نرم افزار از اینا استفاده بکنه. و ثبت نیازمندی ها هست که نیازمندی ها چه قسم به ثبت میرسه یا چه قسم میتونیم اینا رو ثبت بکنیم. و تایید نیازمندی ها هست، اینا مراحل هست. تایید نیازمندی ها به این معنا که در ختم شما میبایست که اونا رو تایید بکنیم و بعد از تاییدی قابل اجرا هست. پس این پروسه ها همراه شما یا این مطالب را همراه شما شروع میکنیم. امیدوار هستم که بسیار همون علاقمندی با ابراز علاقمندی انشاءالله درس دنبال بکنیم و بقیه درس ها هم همچنین. میایم سر اصل درس، جمع‌آوری نیازمندی ها. جمع‌آوری نیازمندی ها چی هست؟ ما در یکی دو جلسات قبلی اگر ما تعقیب کرده باشیم، دیدیم که بعض موضوعات راجع به نیازمندی ها داشتیم، جمع‌آوری نیازمندی ها داشتیم، روش های جمع‌آوری نیازمندی ها داشتیم، ابزار جمع‌آوری نیازمندی ها داشتیم و دیگه مسائل راجع به جمع‌آوری نیازمندی ها. باز دوباره تاکید میکنیم در این جلسه ما میخوایم تحلیل نیازمندی ها رو بیایم به بحث بگیریم.
تحلیل نیازمندی ها چه است و چرا ما تحلیل میکنیم. در حقیقت این پروسه شامل هم جمع‌آوری نیازمندی ها هست. تحلیل نیازمندی ها زیر مجموعه ای از جمع‌آوری نیازمندی ها هست که بعد از جمع‌آوری نیازمندی ها در حقیقت تحلیل میشه. پس جمع‌آوری نیازمندی ها چی هست؟ جمع‌آوری نیازمندی ها یک پروسه کلیدی در توسعه نرم افزار هاست که دارای چندین چند مرحله هست یا چندین مرحله هست. چرا میگن پروسه بسیار کلیدی یا یک استپ بسیار کلی، یک مسئله بسیار مهم؟ چرا به این چنین گفته میشه؟ من گفتم خدمت شما در جلسات قبلی هم که موضوعات نیازمندی ها بحث شد، من گفتم که اساس و پایه سیستم نرم افزاری در حقیقت بر اساس نیازمندی ها گذاشته میشه. یعنی در حقیقت زمانی که شما نیازمندی ها رو میایم تعریف میکنیم، نیازمندی ها رو میایم جمع آوری میکنیم و نیازمندی ها رو تحلیل میکنیم، در حقیقت شما پایه و اساس نرم افزار داریم میگذاریم و بر اساس از او در حقیقت سیستم شما میسازیم. پس این به عنوان بیس یا پایه نرم افزارها میتونه بسیار اساس باشه. حالا میایم سر پروسه ازی. گفتیم چند مرحله، من خدمت شما عرض کردم، گفتیم چند مرحله داره. چند مرحله از این میبینیم، مراحل از این بسیار به دقت. من تقاضامندم از دوستای عزیز که در صورت توان و امکانات یک نوت یا شارت نوتی از این مسائل گرفته بشه، میتونه بسیار به شما کمک بکنه. مسئله اول یا مرحله اول یا استپ اول در تحلیل نیازمندی ها شناخت سازمان هست. شناخت سازمان به این معنا که سازمان ها باید اساساً سازمان، کدام سازمان؟ سازمانی که شما میخواییم سیستم برای از او بسازیم، سازمانی که میخواییم برای از او نرم افزار بسازیم و برای از او ارائه بکنیم، در حقیقت این سازمان باید بشناسیم. استپ اول در تحلیل نیازمندی ها و بسیار مهم است همین استپ هست. شناخت سازمان و فهمیدن محیط، باید محیط بشناسیم، محیط بفهمیم، درک بکنیم از محیط. در این مرحله تیم توسعه نرم افزار باید سازمان را به خوبی بشناسند. در این مرحله شما راهی نداریم جز اینکه سازمان را به درستی بشناسیم. شناخت سازمان چی چیزایی؟ چیزایی که مربوط به ساختن سیستم میشه برای از اونها، نه چیزایی که بی ارتباط به سیستم میشه، فقط چیزایی که مربوط به سیستم میشه، مثلا نحوه کارکرد سیستم فعلی از اونها، تعداد کارمندان از اونها، تعداد کاربرانی که از این سیستم استفاده میکنن، اهداف از این سازمان که روی چی کار میکنه، یا اهدافی که میخواین چه نرم افزار رو بسازن، این چیزای مرتبط با شما باید فهمیده بشه. سازمان به خوبی بشناسن و تا به محیط کسب و کار و پروسه های موجوده آشنا شوند. تمام پروسه قبل از اینکه شما خواسته باشیم سیستم بسازیم باید برای شما آشنا باشه، برای شما واضح باشه، برای شما کاملا واضح باشه و شما با پروسه کاری از این آشنا باشیم. بعد میتونیم شما این پروسه رو چیکار بکنیم؟ دیجیتال سازی بکنیم. چیکار بکنیم؟ برای اینا نرم افزار بسازیم که اینا بتونن از او استفاده بکنن. فعالیت های تیم چی چیزایی در این موضوع میآید؟ یا در این شناخت سازمان چی پای میآید؟ فعالیت های تیم شامل ملاقات با مدیران هست، با کاربران هست. کاربران کدام کاربران؟ کاربران در کلیدی، کسانی که در سیستم بعد از اینکه شما سیستم بسازیم همیشه با همین سیستم سر و کار دارن، کار میکنن. اینا کاربران کلیدی از کسانی که بسیار سهم بارزی در سیستم دارن، بیشتر وقت خود با سیستم میگذرانن، اینا کاربران کلیدی هستن. با این کاربران و با مدیران شما باید چیکار بکنیم؟ مصاحبه بکنیم، با اینا بشینین، ملاقات بکنین، با اینا صحبت بکنیم. و بعد چرا این صحبت ها انجام میشه؟ به خاطر می وضاحت سیستم، به خاطر وضاحت سازمان، سازمان رو بشناسیم و پروسه از اینا. یک نمونی مثال کوچک میگم، مثلا شما میخواییم برای یک بانک یک سیستم بسازیم و یا اجرا بکنیم، با مدیر بانک میشینیم و پرسان میکنیم که نحوه انتقال پول از یک حساب به حساب دیگه چی قسم میشه؟ چی قسم میشه؟ پروسه از چه قسم است؟ همین یک گپی است که شما در حقیقت پروسه سازمان باید بشناسیم، بعد از اون میتونیم سیستم بسازیم. مشاهده عملکرد سیستم های موجوده. شما وقتی خواسته باشیم با این سازمان ها سر و کار داشته باشیم و سازمان رو بشناسیم، چی باید بشناسیم؟ سیستم، مشاهده عملکرد بریم ببینیم سیستم از اینا فعلا چه قسم کار میکنه. عملکرد یعنی فانکشنالیتی، یعنی چه قسم فانکشنالیتی داره سیستم های موجوده. و درک واقعیت ها، درک واقعیت ها به این معنا که یک سری چالش ها گپا هست. مثلا شما در یک سازمان سیستم میسازیم، شاید روز به طور مثال به یک سوپرمارکت شما سیستم میسازیم، به یک سوپرمارکت روز ممکنه 50 نفر مراجعه بکنه یا 50 نفر مشتری داشته باشه. عین همین افزار به یک سوپرمارکت دیگه میسازیم، شاید روز 2000 نفر مشتری داشته باشه. این واقعیت ها هست، بریم ببینیم از نزدیک که آیا واقعا این با چالش با سیستم، آیا اینا مشابه هست یا دو جای مختلف هست، یا این سیستم چی واقعیت هایی در حقیقت در این وجود داره. یا یک مثال کوتاهی دیگه بگم برای شما، اگر شما خواسته باشیم برای یک سازمان سیستم بسازیم، آیا افرادی که با این سیستم کار میکنن آشنایی خوبی با کامپیوتر دارن؟
یا ندارن یا سطح سواد کامپیوتری از اونا پایین هست، شما سیستم ها رو میتونید برای اساس عیار بسازید. بنابراین بسیار مفید هست و بسیار میتونه شما رو کمک بکنه. استپ اول، شناخت سازمان. اول سازمان رو باید بشناسیم با تمام جزئیات از او، با تمام حرف های از او، با تمام مشکلات از او، با تمام واقعیت های از او، با تمام پروسه های از او کاملا باید آشنا بشیم با سازمان. بعد میریم روی ساخت سیستم ها. مرحله بعدی ما مرحله مصاحبه با ذی‌نفعان است. مصاحبه با ذی‌نفعان، وقتی شما سازمان شناختیم، حالا نوبت میرسه به جمع‌آوری نیازمندی ها. پس استپ اول چی بود؟ شما باید سازمان رو بشناسید. استپ دوم ما چی هست؟ مصاحبه با ذی‌نفعان. باید با ذی‌نفعان مصاحبه کنیم. مصاحبه رو در رو صورت میگیره که چنانچه ما در درس بخش به شکل ها یا روش های جمع‌آوری نیازمندی ها که من خدمت شما ارائه کردم درس های قبلی در اون قسمت هست که میتونیم شما او را از چینل یوتیوب ما بدیم بگیریم و ببینیم و مراجعه بکنیم به او درس، برای شما مشخص میشه که شکل مصاحبه، مصاحبه فرد به فرد و مصاحبه گروهی را من خدمت شما عرض کردم چه قسم است. تیم توصیه باید با ذی‌نفعانی که تحت تاثیر نرم افزار قرار خواهند گرفت مصاحبه کنن. این مصاحبه رو در رو هست، باید مصاحبه کنیم با اینا. مصاحبه به علت چی صورت میگیره؟ به خاطر جمع‌آوری نیازمندی ها. مصاحبه به خاطر چی؟ به خاطر جمع‌آوری نیازمندی ها. این شامل کاربران نهایی، مدیران، کارشناسان حوزه و هر کسی که در تصمیم گیری و استفاده از نرم افزار تاثیرگذار هست. یعنی شما یک مجموعه ای از این سازمان را انتخاب میکنیم که میشه شامل مدیران از او باشه، کاربران از او باشه، کسانی که تصمیم گیرنده هستند باشه و همه از اینا با همه از اینا جدا جدا مصاحبه میکنیم و در این مصاحبه چی جمع‌آوری میکنیم؟ نیازمندی های از اینا. شما چی نیاز داریم؟ چی توقع داریم از این سیستم؟ چی کاری رو باید به شما انجام بده؟ شما چی هدف داریم از ساخت از این سیستم؟ چرا این سیستم رو میسازیم؟ چی فانکشنالیتی هایی باید داشته باشه؟ چی کارهایی فکر میکنیم لازم نیست در این سیستم باید باشه؟ و چقدر امنیت میخوایم داشته باشه این نرم افزار؟ آیا امنیت به شما زیاد مهم است یا نیست؟ از قبیل همی گپا تمام گپ ها رو باید مینویسه نیازمندی ها جمع‌آوری بکنیم و اینا نوت گرفته میشه. یک یکی از اینا نوت گرفته میشه و سند سازی میشه. بعدن در این مرحله سوالات واضح و دقیق برای درک نیازهای آنها مطرح می شود. سوالهای بسیار واضح و دقیق شما از اینا پرسان می کنیم. واضح و دقیق به این معنا که سوالات شما ابهامات نباید داشته باشه. بسیار واضح باشه که می چیز از تو می خواهیم. راجع به این موضوع باید صحبت بکنیم. و دقت بالایی باید داشته باشه. جوابات از اینا همچنین. جوابات از اینا باید چیزهایی که به شما میدن ابهام در او نباشه. اینا میشه نیازمندی های شما. در اینجی از چی طریق جمع‌آوری کردیم؟ از طریق مصاحبه. طریق چی؟ طریق مصاحبه. بعد مرحله سه تحلیل مستندات هست. در تحلیل مستندات یک گپ بسیار مهمی هست. تحلیل مستندات، تحلیل مستندات چی هست؟ خود ازی تیم توصیه باید مستندات موجود را بررسی کنن. کدام مستندات؟ کدام مستندات که شامل مستندات مربوط به سیستم های فعلی که میال کار میکنه، پروسه های کسب و کار، پروسه های از اینا که چه قسم است، دیزاین و غیره. اینا رو باید همه چه کار بکنن؟ اینا رو مشاهده بکنن، بررسی بکنن، چک بکنن که می حال در حال موجوده فعلی سیستم از اینا چگونه کار میکنه، آیا چالش های هست یا نیست. که در درس های قبلی یاد شما باشه این موضوعات هم توضیح داده شد. گفتم که به عنوان چی میگن؟ به عنوان همون روش ها و یا تحلیل هایی که ما از طریق دیاگرام ها انجام میدادیم، طریق دیاگرام های مختلفه که بزنس ها رو چکار میکردیم؟ تحلیل میکردیم. یعنی اون پروسه ها یا پروسه های بزنس ها رو که ما تحلیل میکردیم همین موضوعات هست. باید تحلیل و تجزیه بشه. این مستندات میتواند اطلاعات مفیدی درباره نیازمندی های جدید فراهم کنند. و در حقیقت وقتی شما مستندات جمع‌آوری میکنیم و اینا رو تحلیل میکنیم، اطلاعات بسیار زیادی گاهی برای شما میده. یعنی یک دیاگرام ساده که شما یک بزنس پروسسر، هم بزنس پروسس مدل که ما شما بزنس پروسسر که مدل سازی میکنیم و تجزیه و تحلیل میکنیم، میتونه یک عالم اطلاعات برای شما بده که این قسمت پروسه نیاز نیست، باید کم بشه. این قسمت پروسه کم هست، باید یک چیز به او اضافه بشه. پس بنابراین تحلیل مستندات خیلی میتونه مهم و کارا باشه که در استپ سوم تحلیل نیازمندی ها انجام میشه. در استپ چهارم از تکنیک ها میگه استفاده کنیم. استفاده از تکنیک های تحلیل نیازمندی ها، از تکنیک های مختلف استفاده کنیم تا تحلیل نیازمندی ها هرچی بهتر و مفیدتر و موثرتر و با زمان کمتر اجرا بشه.
چی هست این تکنیک ها؟ چند تکنیک من خدمت شما عرض میکنم که از جمله از 6 تا بسیار بسیار مهم هست. از این تکنیک ها عزیزان استفاده بکنیم به عنوان یک انجینر نرم افزار. من امیدوارم که شما یک انجینر نرم افزار بسیار ورزیده بشیم که تمام این قواعد و قوانین در حقیقت اجرا بکنین. یک، از طریق مصاحبه. یک تکنیک بالا بالا مصاحبه هست، بیشتر من خدمت شما عرض کردم این یک تکنیک است، مصاحبه با این افراد. چی رقم نیازمندی ها جمع میکنه؟ کدام تکنیک؟ از تکنیک مصاحبه. مصاحبه چه قسم است که گفتیم رو در رو با افراد مختلف از سطح سازمان میشینیم و موضوعات از اونها، نیازمندی ها از اونها میشنویم و یادداشت میکنیم. دوم، از طریق مشاهده هست. میتونیم مشاهده کنیم کاربران در حال استفاده از سیستم موجوده، عملا به سایه معدودی از اونها میریم، به دفتر از اونها میریم، به سازمان از اونها میریم، یک مدتی رو با اونها میگذرانیم و میبینیم، مشاهده میکنیم که فرد میای پول تحویل میکنه چی قسم است، فرد پول میگیره چی قسم است، تحت کدام شرایط است، تحت کدام شرایط میتونه پول بگیره، تحت کدام شرایط نمیتونه پول بگیره، چی است نادر لازم داره که نفر بیای از بانک پول بگیره. این موضوعات کلا شما چیکار میکنیم؟ در حقیقت مطال مشاهده میکنیم عملا. پرسشنامه است، پرسشنامه، توزیع پرسشنامه است برای جمع‌آوری نیازمندی‌ها. بسیار مهم است که شما پرسشنامه های تهیه بکنیم، توزیع بکنیم. در کجای کاربرد داره پرسشنامه؟ زمانی که تعداد افرادی که می‌خوایم یک نیازمندی را از اون جمع‌آوری بکنیم بسیار زیاد هست و نیازمندی هم یک موضوع خاص، دو موضوع خاص باشه، نیازمندی‌های عمومی را از طریق پرسشنامه نمی‌تونیم. یک یا دو موضوع مهم که میان همه مشترک است و تعداد افراد بسیار زیاد است، می‌تونیم از روش پرسشنامه استفاده بکنیم. پرسشنامه توزیع بکنیم، سوالات در اینجا مطرح کنیم، اینا جواب بدن برش. یک نمونه کوچک میگم، مثلا میخواییم رنگ بک‌گراند نرم افزار یا رنگ فلان خوب است یا فلان، پرسشنامه 500 نفر باشن میدیم برای از اونا و سریع به شما پاسخ خود میرسیم. سیناریو هست، سناریو خیلی میتونه مفید باشه. سناریو بسازیم. سناریو چی رقم میسازیم؟ سناریوهای مختلف. مثلا برای ازو بگیم من یوزر هستم، فرض کن من پشت سیستم نشسته هستم، تو میای مینایس استفاده کنم، چی توقع داری از من که چی کارهایی باید برای تو انجام بدم؟ تو مینایس یک مشتری می بانک میایی و من کسی هستم که کشیر هستم یا خزانه دار هستم یا فرد مسئول بخش مشتریان هستم، چی توقعی داری از من؟ این میشه سناریو. چی توقعاتی داری؟ تو بگو عملا توقعات خود چی چیزایی میخوای از من؟ سرعت میخوای؟ دقت میخوای؟ میخوای بالانس سری دیده بشه؟ میخوای که پول تو بذاری سری پرداخت بشه؟ چی چیزایی از من توقع داری؟ اینا سناریوها هست. پنجم، مدل سازی هست. از مدل ها استفاده کنیم، دیاگرام ها استفاده کنیم، DFD دیتا فلو دیاگرام استفاده کنیم، ERD استفاده کنیم، انتیتی ریلیشنشیپ دیاگرام، یعنی روابط بین انتیتی ها برقرار بکنیم، و یا در DFD نحوه انتقال دیتا ها تعیین بکنیم که چه قسمتی. روش بسیار مفید است، میتونیم از این استفاده بکنیم. از دیاگرام های مختلفی که اومده تعداد ما توضیح دادیم، تعداد هم ان شاء الله در درس های بعدی که ان شاء الله بیاید و ما توضیح بدیم. و کارگاه ها هست، برگزاری کارگاه ها، ورکشاپ ها، ورکشاپ برگزار کنیم، کارگاه برگزار کنیم با اینا و بتانیم چیکار کنیم، موضوعات را از اینا جمع آوری بکنیم، سر کارگاه ها برگزار کنیم. پنجم، ثبت نیازمندی ها. ثبت نیازمندی ها یک پروسه بسیار مهم هست. ثبت نیازمندی ها به چی معنا؟ به این معنا که شما زمانی که نیازمندی ها جمع آوری کردیم، اینا باید در یک کتاب، در یک کتابچه، در یک چپتر، در یک درس چیزی بیای ثبت بشه. اینی میگن ثبت نیازمندی ها. ثبت نیازمندی ها به معنای که در یک موقعیت درستی اینا ثبت شده باشه و این در حقیقت تمام جزئیات به اینجی میایه. او سند به نام SRS میگن، Software Requirement Specification، یک سند بسیار مهم است که تمام از اینا در اینجا قرار میگیره، نیازمندی ها اینجا تعریف میشه، توضیح داده میشه، اولویت بندی میشه و تمام اسناد آماده میشه. و در بحث استپ آخری ما تایید نیازمندی ها هست. در تایید نیازمندی ها من بسیار خلاصه برای شما میگم. تایید نیازمندی ها به چی معنا؟ به این معنا که شما همین پروسایر که تایی کردیم، نیازمندی هایی که جمع‌آوری شد، نیازمندی هایی که تجزیه و تحلیل شد، در اینجا ببینیم آیا کدام چیزی مانده؟ آیا کدام چیزی مس نشده؟ آیا کدام خطایی وجود نداره؟ آیا کدام غلط فهمی در بین از اینا نیست؟ آیا همه چیز واضح هست؟ آیا همه چیز جمع‌آوری شده، هیچ چیزی نمانده؟ همین گپار در حقیقت تایید نیازمندی ها میگن. یعنی بعد از این همین مرحله آخر در حقیقت همین گپ است که شما همین گپ در نظر میگیریم که همه چیز اجرا شده باشه. و در این جدول دکتوار هم خدمت شما آوردم در سلاید که بررسی این که نیازمندی ها واضح، قابل فهم و غیر مبهم هستند.
ایر شما تایید میکنیم تعیین اولویت بندی نیازمندی ها، اولویت نیازمندی ها بر اساس معیارهای مختلف آیا شده یا نشده، آیا اولویت بندی شده یا نه، و مدیریت و پیگیری تغییرات احتمالی در نیازمندی ها، آیا کدام تغییری در نیازمندی ها آمده یا میآید یا نیامده در تغییری در نیازمندی ها، از طول اول جریان جمهوری نیازمندی ها تا به اخیر آیا آمده یا نیامده، اینا شما تایید میکنیم. یک فعالیت داریم باز هم که من خیلی سپاسگزاری میکنم از کسانی که بسیار فعالانه در این فعالیت ها با ما اشتراک میورزن و انشالله همگی دوستا اشتراک بورزن و از این فعالیت ها از نظریات شما، از پیشنهادات شما، از موضوعاتی که مطرح میسازیم ما انشالله بتانیم استفاده بکنیم. بسیار سپاسگزاریم از شما. موضوع فعالیت امروزی ما در این درس کدام یک از مراحل جمهوری نیازمندی ها اهمیت بیشتری دارد و چرا؟ کدام یک از این موضوعاتی که گفتیم اهمیت بیشتری یا از این مراحل اهمیت بیشتری داره در جمهوری نیازمندی ها؟ دلیل از با دلیل او بیان بکنیم، نتیجه گیری میکنیم. نتیجه گیری اگر بکنیم، جمهوری نیازمندی ها یک پروسه مهم بسیار با اهمیت است، گفتیم بر اساس بیس نرم افزارها استفاده میشه، پس بسیار میتونه اهمیت خاصی داشته باشه. این پروسه دارای چند مرحله بود؟ ما و شما دیدیم که 6 مرحله از اون ما و شما خواندیم که در این 6 مرحله، در حقیقت این 6 مرحله که ما طی کنیم نیازمندی‌ها رو ما چیکار کردیم؟ تجزیه و تحلیل کردیم که باید به صورت منظم این مراحل تعقیب بشه و مراحل هم به دقت باید انجام بشه. هیچ اشتباهی در این پروسه قابل پذیرش نیست، چرا که پروسه‌های بعدی بسیار مشکل هست که با اشتباهات ما اصلاح بکنیم، هم از اینه زیاد برمیداره هم زمان زیادی میگیره. انجام این مراحل به دوش انجینر نرم افزار هست و این مسئولیت انجینر نرم افزار است. سپاسگزاری میکنم از همگی شما که بسیار فعالانه ما رو دنبال میکنیم، بیننده برنامه خودتان هستیم و تشکری میکنم از عزیزانی که در بحث پیشنهادات انتقادات ما را همکاری میکنن و همراهی میکنن. بازم تاکید میکنم عزیزانی که نمیتونن برنامه ها رو به صورت مرتب دنبال بکنن، سر بزنن به چینل یوتیوب برنامه و ویدیو ها از چینل یوتیوب دریافت بکنن، و عزیزانی که نظر پیشنهادی و مسائل دارن با ما میخواین مطرح بسازن، از طریق آیدی تلگرام برنامه که زیر نویس تلویزیون های شما هست میتونن با ما ارتباط بشن. برای همگی شما آرزوی موفقیت دارم تا جلسه بعدی و درس بعدی. شما رو به خداوند کریم و رحیم میسپارم. موفق و معید و کامگار باشید.